یکی از مواردی که برای همه ما پیش اومده وقتی است که کنار اتوبانی جاده ای یک ماشینی از دور میاد و از کنار شما زوزه کشان عبور میکنه حالا اگه صدای موتور ماشین رو در نظر بگیرید یا اون بوغی که میزنه فرکانس صدایی که تولید میشه از وقتی از دور دست میاد به شما نزدیک میشه و بعد دور میشه چه تغییری میکنه و بعد حس دارید که این فرکانس به صورت پیوسته تغییر میکنه مثل گلیساندو تکنیک گلیساندویی که توی موسیقی هست یا سلایدینگ نوت حالت لغزانی که بین دو تا فرکانس مختلف تمامی فرکانس ها نواخته میشه مثل وقتی که دست نوازنده ی ویولونسل روی دسته ی ساز به صورت پیوسته تغییر میکنه بدون اسم میلغزه اسم این پدیده اثر داپلر هست که شخصی به نام کریسیان داپلر 1842 180 سال قبل تقریبا این رو ابداع کرد حالا و بهش پی برد کشف کرد بر داستان ما برمیگرده به این که وقتی یک تولید کننده صدا داریم که از این به بعد بهش میگیم سورس و یک دریافت کننده صدا داریم که بهش میگیم رسیور S R سورس رسیور تولید کننده دریافت کننده اگر این دوتا ساکن باشند خب این سورس یه صدایی تولید میکنه این هم همون یا با یه فرکانسی این یکی هم همون رو دریافت میکنه حالا سوالی که روی میزه اینه اگر اینها حرکت کنند یکی حرکت کنه یا هر دوتا حرکت کنه به هم نزدیک بشن از هم دور بشن این ثابت باشه این دور بشه این ثابت باشه نزدیک بشه یا بلکس این دفعه سورس ثابت باشه این یکی دور و نزدیک بشه فرکانس صدایی که شنیده میشه توسط رسیور چه رابطه ای با فرکانس صدایی تولید شده در سورس داره فرکانس این همون داستان بوغ ماشین هست خب بوغ ماشین هم شما هم رسیور ساکن هستید سورس صدا حرکت میکنه با یه سرعتی به شما نزدیک میشه و بعد از شما دور میشه این فرکانس صدا رو محاسبه خواهیم کرد با همدیگه دیگه در اگه با همون ماشین با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حر... حرکت بکنه فرکانس صدایی که شما میشنوید تقریبا نه دهم فرکانس صدایی است که تولید شده اگر اون ماشین لای اکتاف چهارم رو تولید بکنه با 440 هرتز شما تقریبا یه چیزی تقریبا سه چهارم پرده پایین تر بین سل و سل دیز یه جایی اونجا ها رو میشنوید نیم پرده لا یک پرده پایین تر شما میشنوید کاربردهای های بسیار متنوعی داره در رادار در بحث ماهواره پزشکی و کاربورت ها این چیدنی. کل قضیه اینه تغییر در فرکانس در موسیقی بهش پیچ هم میگن پیچ یعنی فرکانس بالا پایین بودن فرکانس زیرو برمی صدا تغییر در فرکانس صدا در اثر تغییر در سرعت نسبی تولید کننده و شنونده ما فرکانس چجوری میتونیم تغییر بدیم؟ خب بستگی به منشأ تولیدش داره در ویدیوهای دیگر بهش پرداختم اگه یک سیم باشه خب طول سیم میتونه باشه جنسش باشه و یا اگه ساز بادی باشه ولی بعضی وقت به شکل دیگری ولی اصولا ممکنه شما یک فرکانس داشته باشید مثلا یک پیانو رو تصور کنید که سوار یک هواپیمایی شده با یک سرعتی داره حرکت میکنه فرکانسی که شما میشنوید با توجه به سرعت نسبی اینا نسبت به هم متغیر هست پس دنبال این سوال هستیم که ببینیم این فرکانس فرمولش چی هست اصولا قبل از اینکه به ادامه قضیه بپردازم دقت کنید که این اثر داپلر صرفا برای امواج صوتی نیست ما خب دو جور میشه گفت خیلی در حالت کلی موج داریم یکی امواجی که وابسته به محیط مادی نیستند مثل نور بهش میگیم امواج اپتیکی این مثل نحوه تشخیصشون هم رنگه یه ستاره ای می میبینید آبی رنگ یکی یکم روشنتر سفیدتر رنگای اون چیزی که باعث میشه فرکانس های مختلف نور رو ما بتونیم تشخیص بدیم اینکه لباس من سرمه ایه اون یکی نمیدونم قرمزه در بحث های اپتیکیست نوره و اون چیزی که تشخیص دهندش هست چشم انسان هست تغییر رنگ ستاره ها وقتی سرعت های متفاوتی داشته باشن همین اثر داپلر در بحث های اپتیک و نجوم در تغییر رنگ خودشون نشون میده وقتی سرعت ها متفاوت باشن فرکانس های مختلف و رنگ های مختلف دارن اما این در بحث اپتیکی هم فقط یه دون رسیور داریم سورس داریم تمام هیچ محیطی در بین اینها نیاز نیست وجود داشته باشه اما در این وقتی بحث صدا میکنم بحث آکوستیک پیش میاد اون اپتیک بود این آکوستیکه اون یکی نور بود این یکی صداست اون بالایی رو با چشم ما تشخیص میدیم پایینی رو با گوش تشخیص میدیم و خب اینجا فرکانس صدا هستش که عوض میشه دیگه رنگ نیست زیرو بمیش هست اینجا فقط تفاوتش با بالایی اینه که علاوه بر تولید کننده و شنونده یک محیطی هم این وسطه خب این محیط هم میتونه دارای حرکت باشه یعنی لزوما فقط تولید کننده و شنونده نیست که حرکت میکنن محیط هم حرکت میکنه در نتیجه در دومی ما وقتی میگیم سرعت رسیور منظورمون سرعتش نسبت به محیطه و وقتی میگیم سرعت شنونده یا تولید کننده منظورمون سرعت نسبت به محیط اطرافش هست که هواست اکثر مواقع یک توضیح کوچولی در مورد سرعت صوت بدم که خب وقتی من صحبت میکنم صدای من به صورت یک موج متحرک در داخل از نوع طولی من در مورد انواع موج و اینها صحبت کردم با یک سرعت خاصی در داخل هوا شروع به حرکت میکنه این سرعت رو بهش میگن سرعت صوت فرمولش از لحاظ فیزیکی و ریاضی رادیکال گاما آر تی هست خب من اینو در ویدیوهای مربوط به دینامیک گازها و اینو اصلا استخراج این رابطه رو اونجا انجام دادم گاما نسبت سی پی به سی وی هست که یک ممیز چار میشه اما یک آر ثابت گازه برای هوا میشه هفت و دما تی دماست که کلوین باید باشه حتما 273 به درجه درجه سانتیگراد مثلا توی محیط 20 د... دمای 20 درجه حالا به 293 میشه دیگه کلوین اون جا گذاری تقریبا 330 340 متر بر ثانیه نه کیلومتر بر ساعت ها متر بر ثانیه است خب تابع دما هم هست یعنی هر چقدر دمای محیط بیشتر باشه ورج و ها بیشتر انرژی جنبشی مولکول ها بیشتر میشه و این صوت خیلی سریعتر در داخل ماده منتشر میشه مثل این میمونه که من به شما به یه سری کلاس باشن دانشجوها نشستن من به نفر اول تو گوشش بگم ده دقیقه بعد میخوام کویز بگیرم اون به بعدی بگه به بعدی بگه این موج با یه سرعتی در داخل این کلاس منتشر میشه مثل انتشار اطلاعات به داخل کلاس حالا اگه به اینا بگم پاشید برجورجه کنین راه برید بدوید خب خیلی راحت تر این حرفو میتونن به تای کلاس برسونن اما سرعت بیشتری منتقل میشه یک رابطه دیگری هم برای تابعیت سرعت صوت که با سی نمایش میدن با دما هست که 331 به علاوه 6 دهم درجه سانتیگراد دما به درجه سانتی این هم یک فرمول دیگری هست اگه 0 درجه سانتیگراد باشه همون 331 خواهد شد از این هم استفاده کنید یک پارامتر دیگری که لازم هست بدونی عدد ماخه عدد ماخ نسبت سرعت سیال به سرعت صوته حالا همین سرعت صوتی که تعریف کردیم که از این میتونید استفاده کنید شما بعد فاصله رو بفهمین چقدره وقتی یک چیزی منفجر میشه نورش میاد لا فاصله ولی صداش با کمی تاخیر میاد شما از این اختلاف میتونید بفهمینه که ساعت صوت مثلا 330 خورده یه متر بر ثانیه چند ثانیه با تاخیر اومده این فاصله رو تخمین بزنید اما عدد ماخ میگوید سرعت هوایی که هست تقسیم بر سرعت صوت اینکه مثلا یه جنگنده ای که داره پرواز میکنه هوای اتبای سرعتی پرواز میکنه این ماخش چنده شاید اینو شنیده باشی تو فیلم های معروفی که وجود داره این حالا تام کروز و اینا احتمالا دیدید نه ما خیلی تو فیلم های مختلف وجود داره اگه سرعت حرکت سیاد نه تقسیم بر سرعت صوت از سه دهم ده کم باشه تراکم ناپذیره بین سه دهم ده تا یک باشه ما دون صوت از یک تا پنج ما فوق صوت سوپرسونیک، و از پنج بالا ابر صوت هایپرسونیک یه پرنده های مثل فضا ها اینا هایپرسونیک هستن بالای پنج هستن جهت ها ماخه یکونیم دو پرواز میکنن هواپیمای بری توی هشت دهم دهم پرواز میکنه این هواپیمایی که با سمپاشی و آب و اینا استفاده میشن اینا سن زیر سه ده هم, هم اینا رو هم گفتم یه در ادامه راجع به این صحبت میکنه یه مقدمه ای بود درس کردم سه حالت رو میخوام در نظر بگیرید خب به اصل یه داریم نزدیک صورت سوال فراموش نکنیم صورت سوال این هستش که اگه تولید کننده و شنونده حرکت کنن فرکانس صدایی که شنیده میشه چه رابطه ای با فرکانس صدای تولیدی داره سه حالت رو من اینجا کشیدم واسهتون یکی حالتیست است که سرعت حرکت از سرعت صوت کمتره یا سابسونیک هست مادون صوت هست اینه حالت دوم حالتی است که سرعت حرکت با سرعت صوت برابره ماخ یکه اینجا ماخ زیر اینجا ماخ و حالت سوم است که سرعت از سرعت صوت بیشتره ماخ بزرگتر از یکه اون سوپرسونیک، سونیک ساب سونیک و وسطی رو میگن ترانسونیک یا سونیک دقیقا برابر سرعت با سرعت صوت یه بیپر در نظر گرفتیم اینجا بیپر چیزیست که صدا تولید میکنه با یه فرکانس خاصی بیپ مثلا یه چیزی مثل بیپ که این بیپر من میتونه ساکن باشه یا متحرک باشه اگه ساکن باشه که تکلیف روشنه این بیپر منه یا سورس منه اینم رسیور منه اگه اینا ثابت باشن خب همون فرکانسی که این تولید کنه همونو دریافت میکنه حالا بحث ما اینه که رسیور ثابته در هر سه حالت ثابته اول سورس من یا همین بیپر من شروع میکنه حرکت کردن به سمت رسیور با چه سرعتی اینجا سرعت کمتر از سرعت صوت اینجا با سرعتی دقیقا برابر سرعت صوت و اونجا با سرعتی بیش است سرعت صوت چه اتفاقی میفته اون چیز اون رسیوری که اونجا هست چی میشنوه چه فرکانسی میشنوه از حالتی که فعلا سرعت از سرعت صوت کمتره آغاز میکنم این سورس من اول اینجا بوده یه دونه موج در اون لحظه ای که اونجا بوده یه دونه موج صوتی تولید کرده که شروع میکنه با سرعت صوت به شکل متقارن روی کره به اطراف پخش میشه که در این لحظه که میبینید اینجاست کمی رفته جلوتر یه موج دیگه که هنوز چون بدتر تولید شده هنوز فرصت نکرده خیلی پخش بشه این هنوز این اینو دارم میگم این وسطی رو دارم میگم و بعد حرکت کرده رسیده به اینجا که تو اون یه مدت قبلش هم یه چیزی چنین چیزی بوده همینجور داره میره جلو با سرعتی کمتر از سرعت صوت و در مسیر خودش یه سری امواج صوتی تولید میکنه که با سرعت صوت در همه جهات در فضا به شکل کره منتشر میشه آن چیزی که مشخصه اینه که چون این به سمت جلو داره حرکت میکنه اون پیشانی یا جبهه امواجی که میبینید در قسمت جلو متراکمتر هستند به هم نزدیکتر هستند و اونهایی که در پشت جسم هستند از هم دورتر هستند. به خاطر اینکه اون سرس من داره به سمت جلو حرکت میکنه فاصله بین این دایره ها نماینده طول موج هست مشخصا طول موج امواجی که در جلوی جسم هستند داره کوچکتر میشه اینا به هم نزدیکتر میشن فاصله کمتری رو طی میکنه من در ویدیوهای قبلی در مورد خصوصیات موج صحبت کردم یه است داره با سرعتی حرکت میکنه یه فرکانسی تولید شده به حالت مثلا هارمونیک هم هست یه فاصله ای رو طی میکنه اینجا این فاصله خیلی کوچکتره در پشت جسم فاصله بزرگتره من این فاصله جدید و اسمش رو گذاشتم لاندا پریم طول موج در حالتی که بین رسیور و سورس وقتی که اینا به هم نزدیک بشه حالا فعلا که رسیور ما ثابته سورس داره به اون سمت حرکت میکنه این لاندا پریم وقتی کوچیک میشه در جلوی جسم لاندا کوچک میشه یعنی فلش رو به سمت پایین کشیدم یعنی کاهش پیدا کرد در عقب جسم ممکنه رسیور شما به جای اینجا اینجا باشه در اون صورت رسیور اینجا سورس اینجا سورس داره از رسیور دور میشه در این صورت طول موج امواجی که بین این دوتا هستن بزرگتر شده در عقب لاندا افزایش پیدا کرد شما طبق آن چیزی که در ویدیوهای قبلی گفتم لاندا در F برابر ویست سرعت که رادیکال گامارتیه تابعیست از دما دما و خواست اون گازی که داخل هوا که هواست دما هم فرض کنیم ثابت دما عوض نه پس سرعت صوت ثابت در نتیجه وقتی سرعت صوت ساحا سر به طول موج در فرکانس مساویه ثابت در نتیجه وقتی طول موج زیاد شه چون حاصل ضربش ثابته فرکانس باید کم بشه و به همین دلیل در عقب جسم که اینا گشاد شدند فاصله گرفتن لاندا زیاد شده فرکانس کاهش پیدا میکنه میدونید هر چقدر فرکانس کاهش پیدا کنه بمتر میشه صدا فرکانس های بالا زیرتر هستن خانوما صداشون فرکانس بالاتری داره و خاطر همین این وقتی اینجا شما واسطادید یه ماشین داره با سرعت به سمت شما حرکت میکنه اون فرکانس صدایی که شما میشنوین چون تراکم ایجاد شده لاندا کاهش پیدا کرده در اینجا فرکانس افزایش بدم شما صدای زیرتری میشنوید وقتی از شما رد شد این دفعه شما اینجا هستید ماشین اونوری داره ازتون دور میشه اینا اصلا فاصله میگیرن لاندا افزایش پیدا میکنه فرکانس کمتر میشه بمتر و شما زیر میشنوید به بم از زیر تا بم حالا اینکه این وسط چه اتفاقی میفته که گفتم یه حالت گلیساندو داره حالت اسلایدینگ داره اونو من در ادامه خواهم گفت که چرا این فر... این الان اون کیس نیست تا فعلا هم ساده ترین حالت رو بررسی می‌کنم که رسیور و سورس در یه امتداد باشن علتش حالا بهتون میگم خواستید در ادامه گوشه به خاطر اینکه شما وسط جاده واسط دادین که ماشین از رو رو بزنه شما رو له کنه شما با کمی فاصله بغل جاده واسط دادین این فاصله ای که با وسط محل عبور و برو ماشین دارین این باعث میشه که صدا یک فرکانس منقطع نداشته باشه بلکه یک مجموعه ای از بی‌نهایت فرکانس که من این فرمولش رو خواهم گفت با تابع رابطه دارم. پس این از این چیزی که اینجا میتونیم همینو بنویسیم رابطهشو من به شما گفتم فرکانس برابر است با سرعت صوت تقسیم بر طول موج لاندا پریم حالا اسمش رو میذاریم چون اینجا لاندا پریم و فعلا این حالت رو در نظر میگیرم که اینا به هم نزدیک دارن میشن سورس حالا تو این کیسی که من دارم آر ثابته سورس داره نزدیک میشه سرعت صوت تو سرعت کس کار ندارم در مخرج کس به جای لاندا پریم میذارم لاندا منهای وی اس در تی اس تی پریود هست دوره تناوب وی اس هم که سرعت وی اس سورس هر چی اس اینجا میبینید مربوط به تولید کار اصلا تو این کیسی که میبینید آر ثابته اصلا سرعت نداره سورس فقط داره حرکت میکنه چرا منها؟ به خاطر اینکه اینا وقتی به هم نزدیکشن تراکم ایجاد میشه طول موج کاهش پیدا میکنه لاندا برابر است با لاندا مقدار طول موج قبل از اینه که این شروع کنه به حرکت هنوز حرکتی نکرده طول موجی داره برابر است با سرعت صوت تقسیم بر فرکانس اولیه‌ای که تولید شده دیگه حالا هرچه ما اونو نمیشنویم یه چیز دیگه میشنویم ولی برسا این لاندا میشه و سرعت صوت تقسیم بر اف 0 اف یعنی اون چیزی که در مب... در سورس تولید شده منهای به جای تی اس هم میدونید که دوره تناوب برابر است با معکوس فرکانس این هم میشه وی تقسیم بر اف از این اف 0 تو مخرج فاکتور بگیرید میاد صورت قرار میگیره در جلو یه سیمن های اس اینجا قرار میگیره این به رابطه داره به شما میگویه وقتی که رسیور ثابته سورس به سمتش حرکت میکنه مقدار فرکانسی که شنیده میشه توسط رسیور یک ذریبی از اون مقداریه که در سورس تولید شده افسفونیه که در ابتدا تولید شده اون هست سی تقسیم بر سیمن های ویس. هر هرچقدر با سرعت بیشتری حرکت کنه سورس شما ماشین شما با سرعت بیشتری حرکت کنه وی اس بیشتر میشه منها بغلشه مخرج کم میشه کل این بیشتر میشه و صدا زیرتر خواهد شد هر چقدر سریعتر حرکت کنه صدا زیرتر چون تراکم این امواج بیشتر میشه طول موج کاهش بیشتری پیدا میکنه فرکانس افزایش بیشتری پیدا میکنه حالا همین رو من در ادامه به شکل جامعه تر رو... چیزی که اثباتش الان با هم دیدیم اونجا جامعترش رو خواهم کن حالت دوم حالتی بود که دقیقا سرعت حرکت این سورس من یا بیپر من با سرعت صوت یکی باشه در اون صورت این جپ هایی که تشکیل میشه خب این با سرعت صوت حرکت میکنند دیگه در جهات مختلف در فضا با بیپر من هم با صورت همون سرعت حرکت میکنه در نتیجه وقتی اینجا یک چیزی تو یک موج صوتی تولید شده که یک چنین فاصله ای رو در همه جهات طی میکنه با سرعت صوت چون سورس من هم با همون سرعت حرکت میکنه پس الان وقتی از اینجا در یک زمانی حالا در گذشته یک موجی تولید کرده الان خودش رسیده دقیقا تو لبه همون موج چرا چون سرعت حرکت سورس با سرعت انتشار با که سرعت صوت هست یکیه دقیقا از همون جایی که موج حرکت میکنه این همون حرکت کرده در قسمت قبل سرعت سورس من کمتر از سرعت صوت بود در وقتی این منتشر میشه سورس داخل این کره باقی میمونه چون سرعتش کمتر از سرعت صوته سرعت صوت بیرونه این سورس داخلشه اما اینجا دقیقا برابره در نتیجه این سورس من روی لبه ای همه این دایره ها با هم تو یه نقطه اشتراک دارن که اون سورس من هم همونجا قرار میگیره یه نکته مهمتر این هست که وقتی که این امواج هنوز نرسیدن به اون چیزی که میشنوه شنونده سکوته بهش میگن سایلنس زون ناحیه سکوت وقتی که اصلا وظیفه این امواج صوتی چیه صدای من چجوری به شما میرسه این امواج با سرعت صوت در هوا منتشر میشن که به گوش شما برسن که بگم من اینجا چی گفتم وقتی اینا هنوز به اونجا نرسیدن در نتیجه اون هنوز نمیشنوه که این چی گفته در نتیجه الان به شما بگم این چه فرکانسی رو میشنوه شما میگید سکوت در این در ناحیه سکوت قرار گرفته چیزی نمیشنوه حالا حالت سوم رو در نظر بگیرید این دفعه سرعت بیپر من از سرعت صوت بیشتره یعنی وقتی که در اینجا بوده مثلا یک دایره می با سرعت صوت اینو پخش کرده مثلا اگه اینجا بوده که این فاصله ای که شعاع این کره هست سی در تی هست سی سرعت صوت در تی و همچنین اینجا هم وجود داره کره هست دیگه اینجا هم یک چنین فاصله در همه جهات این کره وجود داره وقتی به اندازه زمان تی حرکت میکنه سرعت این موجی که من دارم از اینجا میرسه به این کره ای که میبین اما سرعت حرکت جسم یا بیپر از سرعت صوت بیشتره یعنی بیرون کره قرار میگیره در اینجا تولید کننده ای من داخل کره قرار میگیره چون سرعتش از سرعت صوت کمتره سرعت صوت سرعت حرکت این کره هاست اینجا دقیقا رو مرز قرار میگیره اونجا بیرون قرار میگیره یعنی وقتی رسی... وقت سرس من اینجاست رسیور که همچنان اون بر قرار گرفته دیگه وقتی سرس من اینجاست این امواجی که در یک زمانی قبل تولید شدن هنوز تو اینجا هستن خودش رد کرده تموم شده رفته می میگن سوپرسونیک ما فوق صوت سرعت حرکت از سرعت صوت بیشتر و همچنین فرق نمیکنه یک زمان دیگر اینجا بوده یه چنین کره ای تولید کرده کره رسیده اینجا در ساعتی که جسم سورس من اونجا یعنی بیرون همه این دوایره که اگر دو مجانب از اطراف به این کره ها فیت بکنید رسم بکنید دو مجانب رسم و ماس بر اینها رسم کنید یک مخروط اینجا شکل خواهد گرفت که نوک مخروط من رأس مخروط من همون سورس من هست که پشت سر سورس من یه مخروط شکل گرفته که یک زاویه ای داره در مورد این زاویه صحبت خواهم کرد باز هم به شما بگم رسیور من اگه اینجا باشه اینجا باشه همه جا بیرون این مخروط باشه چی میشنوه شما میگویید هنوز هیچ موج صوتی به اونجا نرسیده که بخواد تلارسانی بکنه نه, نه اونجا سکوته سایلنس زون هستش خب چیزی که ما معمولا در موارد مختلف داریم این اولی است دیگه اون جسمی که حرکت میکنه تا کاربورت های روزمره ای ما معمولا ماخش کمتر از یک هست ولی خب اونم هست برای ممکنه اون چیزی که به شما به سمت شما میاد که امیدوارم هیچ وقت نشه یک بسیار ترسناک است جنگنده باشه اون موقع فرکانس صدایی که شما میشنوید چگونه است و اینا را که عرض کردم مثلا چیزی نمیشنوید وقتی میاد رد میشه در اون حالت شما میفتی تو این ناحیه پشتش داخل مخروط قرار میگیرین اون موقع رو میشنوید به خاطر همون هم هست که میبینید جنگنده ها و حالا افرادی که بالا پرواز میکنن وقتی رد میشن شما مدتی بعد این صدا رو که البته این دو دلیل داره یکی به خاطر اون زمانی است که لازم این صوت در فضا تهی کنه تا به گوش شما برسه اونو نمیگم یه ارتفاع یک سرعت صوت 300 و چهل مثلا متر بر ثانیه زن. یکی هم وقتی مافوق صوت باشه فقط این وجود داره مافوق صوت وقتی رد میشه مادار میکرد مثال حل خواهم کرد ازش دیگه اتفاقا اینجا حل خواهم که شما وقتی اینجا واسدادید این با سرعت میره تا زمانی که شما داخل این مخروط پشتش نیفتید نمیشنوید اون چیزی که اون بالا هست برگردیم به اثر داپلر این فرمولی که من اینجا نوشتم حالت کلیش اینجا آوردم واسه فرکانسی که شنیده می شود حالا میشه برای اون F R هم قرار داد یعنی اون فرکانسی که توسط رسیور شنیده میشه برابر است با F صفر یعنی اون فرکانسی که تو سورس تولید شده است ضرب در یک کسری اثبات فرمول شبیه همین است که میبینید اینجا مخرج اگر دقت کنید سی من های وی اس اینجا هم سی من های وی داریم دیگه این جنر... جنرال بودنش نسبت به این در دو چیزه یکی اینکه اولا تو این فرمول رسیور هم میتونه تغییر کنه اینجا من رسیور رو ثابت گرفتم فقط سورس حرکت دادم اینجا میتوانند هم رسیور دارای سرعت باشد که با وی آر نمایش دادم هم سورس دارای حرکت باشه که با وی اس مثل قبل نمایش دادم دومی اون مثبت منفی ها هستن که میتوانند از هم دور بشن یا به هم نزدیک بشن تو اینجایی که دیدید فقط دوتا به هم دیگه نزدیک می شدن تو مخرج منفی قرار گرفت چون تراکم ایجاد میشه دیگه توی این امواج حالا اگه از هم دور بشن به جای این منفی مثبت تو مخرج قرار خواهدی به خاطر هم نوشتم منفی مثبت و همچنین در صورت منفی مثبت منفی است خب دو حالت ایجاد میشه دیگه که اینا به هم دیگه نزدیک این الان رسیور منه این سورس منه به همدیگه نزدیک شدن در این حالت پایین باید منفی باشه صورت باید مثبت باشه چرا برای اینکه مجبور نباشین حفظ کنید و خاطر اینکه وقتی به هم نزدیک میشن تراکم در امواج میشه اصولا باید فرکانس صدایی که تولید می شود افزایش پیدا بکنه چون طول موج کم شده و خاطرم همین اونی که تو مخرج منفی میخوره از صورت صوت کم میشه یه چیزی پس مخرج کوچیک میشه کلش افزایش پیدا میکنه فرکانس افزایش پیدا میکنه و چون اونی که تو صورت عکس این باید باشه دیگه ما نمیگیم یعنی باید طول موج کاهش پیدا کنه یا باید فرکانس افزایش پیدا کنه یعنی چه باید صورت مثبت باشه به خاطر من صورت نوشتم مثبت منفی پایینو نوشتم منفی مثبت یعنی زمانی که بالا مثبت پایین منفیه زمانی که اینا به همدیگه نزدیک بشن و البته وقتی از هم دیگه دور میشوند شبیه حالتی که رسیور اینجاست این سورس من داره به سمت راست حرکت میکنه این لاندا پریم افزایش پیدا میکنه طول موج بیشتر شه باید فرکانس کاهش پیدا کنه و صدا دم بشه در نتیجه در مخرج علامت مثبت قرار میدم که مخرج بزرگتر بشه و فرکانس کاهش پیدا کنه یا در صورت مقدار منفی رو قرار میدم که باز هم باعث بشه فرکانس کاهش پیدا کنه حالا میتونیدم شما یکیش رو ثابت بگیرین یکیش رو متحرک بگیرین یا هر جفتش رو همزمان اینا حالت های مختلفی است که دیگه به نظرم ساده است یه نکته ای که وجود داره وقتی که شما سی من های وی اس دارین تو مخرج من ها دارید زمان چه زمان منفی تو مخرج ظاهر میشه وقتی اینا به هم دیگه نزدیک بشن یعنی همینایی که اینجا من کشیدم خب سی نباید با وی اس یکی باشه وقتی یه مکسر داشتین تو فرمولاتون همیشه حواستون باشه که مخرج نباید صفر بشه و اگه مخرج همیشه مثبت باشه که هیچ اما اینجا وقتی سیمن وی اس دارم در حالتی که به هم نزدیک میشن اگر سرعت با وی اس یکی باشه چه حالتی رخ میده مخرج صفر میشه بینایت میشه این دقیقا چی گفتم بودم سرعت با, سرعت با سرعت وی اس با سرعت صوت یکی باشه سی سرعت صوت من وی اس وی اس سورس من این بود همین حالت میشه دقیقا دیگه تو این حالت سرعت با سرعت اینجا چرا بینایت میشه به خاطر اینکه اصلا چیزی نمیشنوه اینجا به خاطر اینکه رسیور من تو سایلنس زون قرار گرفته و البته اگر که مخرج منفی باشه و وی اس بزرگتر از سرعت صوت باشه یعنی حالتی که اینجا میبینی عدد ماخ از یک بزرگتر باشه منفی میشه و فرکانس منفی نداریم ما ما چیزی به نام فرکانس منفی جایی شنیدید شما در نتیجه تو خب این و باز هم این چرا این مشکل از کجاست باز هم به همون دلیلی که عرض کردم توی اینجا اصلا چیزی نمیشنوه وقتی که شما سرعت از سرعت صوت بزرگتر باشد ماهی سایلنس هم قرار میگیره در این فرمول محدودیتش در این هست که حتما سرعت کمتر باشه زمانی که به هم نزدیک میشن از هم دور بشن مشکل نداره و حالا بر اجازه برگردیم به همون داستانی که گفتم این یه جاده ای است یه مثلا این ماشینه از نمای بالا رست شده یه دونه مثلا پهپادی چیزی اون بالا داره پرواز میکنه این هم سر منه موهای افشون دارم از بالا این هم یه ماین من وسط جاده واسدادم میخوام به هر دلیلی خودکشی کنم مثلا دلیل دیگه ای نداره و این ماشین از روبرو رو داره به من این میشه رسیور که گوش منه این هم میشه سورس که داره با سرعت حرکت میکنه خب من اینجا ثابت هستم الان و ماشین داره به سمت من حرکت میکنه تو این حالت شما با توجه به فرمولایی که در بالا دیدید به راحتی میتوانید فرکانس این و فرکانس چه وقتی نزدیک میشه چه وقتی دور میشه رو حساب کنید یادت ثابت میشه یه صدای منقطعی شما میشنوید یه فرکانس زیر تبدیل میشه بعد اینکه شما رو له کرد شد دیگه شما نمیتونید بشنوید ولی وقتی از شما دور میشه از اون دنیا میتونیم بشنوید که این صدا بمتر میشه اما وقتی میای بغل جاده وامیستین با یه فاصله هیچ 3 4 متری بغل وامیستین و این ماشین از اونجا حرکت میکنه به این سمت این دفعه فرکانس صدا یه حالت گلیساندو پیدا میکنه یه فرکانس پیوسته مجموعه از همه فرکانس ها رو شما میشنوید چجوری به نظرم میتونیم ویدیو رو پست کنید فکر کنید راجع به این قضیه ولی حالا من پاسخ رو میدم این سرعت وی هست که داره میره به سمت جلو اون چیزی که برای شما مهمه راست را تصویر سرعت در راستای نگاه شما به ماشینه مثلا شما ماشین رو نگاه میکنید یه خط مستقیم راستای دید بین چشم شما و اون ماشین هست من اینو وصل کردم به ماشین به شکل مستقیم معلفه این سرعت در راستای این مسیر که حالا من جهت شعایی گذاشتم اسمشو این مهمه برای شما توی این رابطه ای که مشاهده میکنید چون من اصلا اینجا چی بود اینا همه نسبت به رسیور بود دیگه حالا سورس شما اینجاست من یه خط مستقیم وصل میکنم تا شمایی که شنونده هستین این سرعتی که در این راستا هست ملاکه در صورتی که ماشین شما داره با سرعت ثابت این وری حرکت میکنه خب من یه تصویر اگه بکنم بهش میگیم وی آر رادیال ولوسیتی این وی آر رو شما تو اون فرمول باید استفاده کنید و خب خودتون متوجه میشین وقتی این داره حرکت میکنه به سمت جلو این تتای شما داره تغییر میکنه و شکل پیوسته چون تابع کسینوس تی تتا که تصویر کسینوس تتا دیگه یه مثلث قائم الزاویه اینجا شکل گرفته که این وی اس کسینوس تتا میشه وی آر این تابع کسینوس تا تابع پیوسته است و این باعث میشه فرکانسی که شما میشنوید به صورت پیوسته باشه حالا به شما فرکانس صدا وقتی که میاد به این سمت به شکل پیوسته نزولی یا سودیه خب میدونید شما خب من اینجا صدای خیلی زیر با فرکانس بالا میشنوم هر چقدر به سمت جلو حرکت میکنم این مقدار تتای من به 90 درجه نزدیک میشه مقدار بزرگتری میشه چون تابع کوسینوس تابع نزولی است کوسینوس تتا نزولی است یا به عبارت دیگر تصویر این صورت در راستای شعاعی چشم شما مقدار کمتری خواهد داشت هر وی ریدیالی که مشاهده میکنید تا هست وی اس وی سرعت حرکت ماشین در کوسینوس تتا اینو باید شما قرار بدین توی این فرمولی که اینجا دارید ولی میدون این حرکت ها این سرعت سرسه یعنی به جای این باید قرار بدید تو مخرج تو این کیسی که ما داریم چون شما ایستاده هستید vr آر صفر شبیه همینه شبیه این چیزی که اینجا اینجا به جای وی که در پایین هست باید وی اس کوسینوس تتا قرار بدید خب هر چقدر به سمت جلو حرکت میکنم چون تا به کوسینوس تتا یک تابع نزولی است و میرم جلو این تتا به 90 درجه نزدیک میشه دیگه هی میره اصلا خی... وقتی خیلی دوره یک درجه دو درجه 90 درجه تتا افزایش پیدا میکنه کسینوس نزولی است پس مقدار این سرعت کاهش پیدا میکنه چون این سرعت کاهش پیدا کرده یه منفی کنارش افزایش پیدا میکنه چون تو مخرج کلش کاهش پیدا میکنه و فرکانس صدایی که دارم کاهش پیدا میکنه یا میتونید یه جور دیگه هم بگید از این فرموله اگه نمیخواید بگید چون بگید سرعت در حال کاهش پیدا کردنه پس فاصله بین امواج داره زیاد میشه تراکم این خطوط جبهه امواج داره تراکمشون کم میشه فاصلهشون زیاد میشه در اینچه فرکانسشون کم میشه پس ماشینی که از دور میاد صدای خیلی زیر داره به شکل پیوسته به تدریج صدا داره فرکانسش بیشتر فرکانسش کاهش پیدا میکنه بمتر میشه تا اینکه میرسه به دقیقا روبروی شما یعنی از ماشین از اونجا حرکت کرد اومد جلوی چش شما تو این حالت مقدار تصویر سرعت در راستای چیز شما صفره یعنی شما هیچ وی اس صفره دقیقا هیچ مؤلفه‌ای نداره در اونجوری حرکت میکنه در اینکه شما چیزی که میشنوین همون مقدار واقعی صدا رو میشنوین همون صدای ماشین هر چی گاز همون رو میشنوین حالا وقتی شما رو رد کرد این دفعه تو این ور قرار میگیره مقدار تتای شما اینجوری میشه تتا از مقدار 90 ای که جلوی شما هست به تدریج کاهش پیدا میکنه و مقدار سرعتی که در راستای قرینه همان دیگه مقدار سرعت در راستا در حال افزایش پیدا کردن هست من پایین نوشتم رادیال افزایش پیدا میکنه و لاندا هم چون سرعت زیاد میشه این دفعه دقت کنی فقط از شما داره دور میشه ها اینجا داره از شما دور میشه یعنی تو این رابطه باید این منفی رو بکنی مثبت قرار شد که مثبت منفی باشه وقتی نزدیک میشه منفی باشه وقتی دور میشه مثبت باشه پس تو این رابطه این منفی رو بکنیم مثبت و بعد وی است در حال افزایش پیدا کردن این تو مخرج مثبت دارم پس این کل این کسری که من دارم اینجا کاهش پیدا میکنه و فرکانس شما کم میشه فرکانس کم بشه یعنی بمتر داره میشه صدا و هر چقدر از شما دورتر و دورتر میشه صدا به تدریج به شکل پیوسته به صورت گلیساندو بمتر و بمتر خواهد شد پس از صدای زیر شروع میشه به تدریج بم میشه دقیقا میشه همونی که باید باشه و بعد میری بمتر و بمتر تا اینکه دیگه دمت بشه از بین بره من چند تا مثالم اینجا حل کردم واسهتون و بعد در مورد مخروط ماخ هم بعد دی سال اول مخروط ما رو بگیم بعد چند تا مثالم در انتها حل میکنیم و ویدیو تموم میشه مخروط ماخ همون که در قسمت قبل گفتم زمانی ایجاد میشه که سرعت حرکت از سرعت صوت بیشتر باشه یه هواپیمایی داره پرواز میکنه اون بالا با سرعت وی تی که وی بیشتر از سرعت صوته یا آدمی رو زمین اینجا واسطاده ما ببینم چند ثانیه بعد صدا رو میشنوه مثلا اون اینه این حرکت من هست که این سورس منه در یک لحظه خاصی یک موج صوتی تولید شده که با سرعت صوت و در زمان تی رسیده به اینجا اینجا یک مثلث قائم الزاویه میبینم چون که این خطی که اینجا کشیدم مماس بر این دوایر هست و شما میدونید که مماس بر شعا عموده الان این چیزی که مثلث قائم که اینجا میبینید و اونجا دوباره کشیدم این زلش سی سرعت صوت در زمان تی سی برابر زمان هست مثلا ده ثانیه دو ثانیه و این فاصله ای افقی که اینجا طی شده وی برابر تیه. وی سرعت این سرس منه و یه سرعتی حرکت کرده مثلا دو برابر سرعت صوت در یه زمان مشخص در این راستای افقی دو برابر اون چیزی که صوت حرکت کرده این افقی حرکت کرده ما خوب بزرگتر خب در اون آلفا رو میخوام ببینم چنده سینوس آلفا برابر است با زل مقابل بر مجاور سینوس آلفا زل مقابل بر مجاور مقابل سی تی مجاور وی تی تی ها با هم ساده می شوند می شود سی تقسیم بر وی که سی تقسیم بر وی عکس عدد ماخه پس سینوس تتا سینوس آلفا می شود معکوس عدد ماخ که می دونه سینوس از یک باید کوچکتر باشه در نه یک بر ماخ از یک کوچیک باشه ماخ باید حتما از یک بزرگ باشه مثلا یک و خورده ای باشه سوپرسونی که اتفاقا من همین عرض کردم گفتم این حالت مخروط ماخ زمانی شکل میگیره که سرعت از سرعت صوت بزرگتر باشه ماخ بزرگتر از یک باشه در این کوچکتر از یک سینوس آلفا جواب حقیقی داد مثلا اگه بگم با ماخ دو داره پرواز میکنه یک دوم سینوس چه زاویه یک دومه سی درجه اون زاویه سی درجه است هر چقدر با سرعت بیشتری حرکت کنه به جای ماخ دو با ماخ سه پرواز کنه خب این عدد عدد کوچکتری خواهد شد و الفا هم که خب اینه تابع سوریس الفا هم مقدار کوچکتری میشه خیلی باریکتر میشه و نازکتر میشه اگه قبلا این بود حالا این طوری تر میشه مثال حالا میتونید حل کنید هواپیمای شما در فاصله یک کیلومتری بالای سر من داره پرواز میکنه این منم یک کیلومتر برید بالا میشه اینجا افقی داره میره به سمت جلو و سرعت وی در زمان تی چقدر میره جلو به اندازه وی تی میره جلو اون پر... حالا پرنده ای من هرچی است؟ جنگنده است ماخش هم دوه و از اینجا من اگر رو زمانی من میتوانم صدا رو بشنوم که در درون این مخروط قرار بگیرم این وقتی میره جلو پشت سرش هم اون مخروط باهاش حرکت میکنه زمانی که امتداد این مخروط به گوش من برسه من میتونم اون صدا رو بشنوم خب اینجا مشخصه این مخروط میخواد برسه به من پس یه, زل... رأس این مسلس منم یه رأسش همونه و یه رأسش هم یک مسلس قائم و زاویه اینجا شک گرفته که ارتفاع عمودی یک کیلومتر هست ارتفاع فاصله افقی وی برابر تی هست اون زاویه هم آلفا سی درجه است تو کیسی که ما داریم حالا به شما میگن سرعت صوت در اینجا چقدره 330 مثلا گرفتم من متر بر ثانیه چون ماخش دوه پس سرعت حرکت جنگنده میشه دو برابر 330 یا 660 متر بر ثانیه داره میره جلو تانژانت این زاویه آلفا میشه زل مقابل که یک کیلومتر هزار متر تقسیم بر زل مجاور که وی تی هست وی هم دادیم 660 متر بر ثانیه تی مچول مثلا است. تقریبا دو خوردهی ثانیه طول میکشه تا پس از عبور اون جنگنده از بالای سر من دو خوردهی ثانیه بعد من تازه در درون این مخروط قرار میگیرم البته در بحث های آکوستیک در جرن های اینجوری یک مفهومی به نام شکست دیوار صوتی هم هست سانیک بوم 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 سانیک چیزی که در اثر شکستن دیوار صوتی ایجاد میشه موقع شلیک گلوله هم هست من دیگه وارد این نمیشم چرا بهش میگن دیوار صوتی من یک ویدیوی فیزیکی تر با نگاه مهندسی مکانیک در مورد شکست دیوار صوتی و این صدا او نمیدونم این چرا بهش دیوار میگن اینا داشتم ازش رد میشه آخرین قسمت یک مثال حل خواهم کرد برای وقتی که همین کیسی که اینجا دارم وقتی که یک بار با ماخ هفته هم حرکت کنه یک بار با ماخ یک یک بار با ماخ یک ببینید فرکانس جلو و عقب چه تغییری میکنه یعنی اگر رسیور من جلو باشه و عقب باشه هر دو حالت رو حل کردم فرض کردم رسیور ساکن باشه فقط این حرکت میکنه سورس حرکت میکنه یه بار به نزدیک میشه یه بار دور میشه در چه فرکانس هایی رو میشنوه ماخ هفته هم جلو جلو شو دارم میگم یعنی در حالتی که اینا به همدیگه نزدیک میشوند خب چون رسیور من ساکنه اینجا صفر قرار میگیره سی بلاوی و چون دارن به هم نزدیک میشن بالا باید مثبت باشه پایین باید منفی باشه بالا مثبت پایین منفی صفر و خب پایین رو گفتیم هفته همه سی باشه دیگه سرعت این سرس من همه سی باشه در اینجا هفته همه سی گذاشتم سی هایی که تو صورت و مخرج هستن با هم ساده میشه صورت یک میمونه مخرج یک کمن های مخرج میشه 3 10 هم ده سه که حالا میشه سه, سه یعنی اگر شما اینجا باشید یک روبروی شما دقیقاً یک پرنده ای با سرعت هفت همه سرعت صوت به خیلی بالاستا هفت سرعت صوت تقریبا هزار کیلومتر بر ساعته یعنی تقریبا این 700 کیلومتر بر ساعته یک چیزی جوی پرنده ای جلوی شما با سرعت 700 کیلومتر بر ساعت مثلا هواپیما به سمت شما حرکت کنه فرکانسی که شما میشنوید سه ممیز سه دهم برابر فرکانسی که موتور اون هواپیما تولید کرده باز هم از موسیقی میدونید که هر یک اکتاف وقتی بیشتر میشه فرکانس دو برابر میشه خب این از اینجا میتونید تقریبا تشخیص بدید که چند چند اکتاف بالاتر شما میتونید صدای زیری میشنوید شما حالا اگه همین جسم همین سرعت هفته همه ماخ اون بر شما داشته باشین در صورت که همچنان وی آر صفر ولی این دفعه باید در صورت از منفی استفاده کنید تا در مخرج از مثبت استفاده کنیم ولی خب صفر این هم هفت دهم سیب جمع میشه این دفعه صورت میشه یک مخرج میشه یک ممیز هفت یک تقسیم بر یک ممیز هفت جواب 59 صدومه اف سفره اگه این شما یه هواپیمای جلوی شما از شما دور بشه با سرعتی برابر با هفت دهم ده سرعت صوت فرکانس صدایی که شما میشنوید تقریبا نصف 59 صدومه نصف فرکانس موتور شما یک اکتاف دمتر میشنوید یک اکتاف چون نصف شده دیگه فرکانس حالا همین مسئله رو حل کنین به جای اینکه سرعت ما هفتمون بگیریم ماش, ماش ماشین رو بگیرید همون مثال جاده ماشین داره با 100 کیلومتر بر ساعت میره این تقریبا میشه ماخ یک دهم کیلومتر بر ساعت آه یه این 330 که گفتم متر بر ثانیه بوده تقریبا میشه 1000 کیلومتر بر ساعت این 100 کیلومتر بر ساعت یک دهم ما همین مثالی که اینجا حل کردم و حل بکنید ولی فرق... این جای 7 سی بزنید یک دهم ده سی حالا مثلا من یکیشو نوشتم اینجا که به جای اینکه این بشه 59 م خواهد شد 9 دهم ده منطقی است دیگه چون سرعت کم شده این باید به یک نزدیک تر بشه حالا مثلا اون فرکانس صدایی که مثلا بوغ ماشین فرض کنید ای تولید کرده باشه که 440 هرتز این 440 در 9 دهم ده یه عددی میشه بیشتر از فرکانس سول اکتاف چهارم و کمتر از سول دیز چهارم تقریبا سه چهارم پرده این 392 این 440 اینم 415 اگه اشتباه نکنم حالا یادم نیست این سولدی این سوله این سولدیه ز این لا نیم پرده هستن هر کدوم دیگه این چیزی که شما این میفته بین سول و سولدی تقریبا نیم پرده لا یک پرده شما صدا رو بمتر میشنوید وقتی که از شما دور بشه وقتی نزدیک بشه خب خودتون به عنوان تمرین حل بکن حالت بعدی وقتی است که ماخ یک بشه عرض کردم که وقتی در جلوی جسم باشه هیچ نمیشنوید شما چون اینجا هم جاگذاری کنی خواهید دید که صفر میشه مخرج بی نهایت میشه جواب نمیده ولی شما سکوت هستن هیچ چی اما اگر رسیور شما در پشت این جسمی باشه که بس از هم دور بشه در اون صورت همچنان چون از هم دور داره میشه صورت منفی مخرج مثبت صورت منفی مخرج مثبت بالایی که ساکنه رسیور ولی مخرج با سرعت صوت داره حرکت میکنه پس صورت میشه یک مخرج میشه یک به علاوه یک یا یک دوم نیم برابر فرکانس رو میشنوید چون و در حالتی که ماخ یک و چهار باشه مجددا اگر در جلو قرار بگیرید تو فرمول بالا جاگذاری بکنید منفی میده به شما فرکانس رو که معنی نداره و از این هیچی سکوت دیگه هیچی نمیشن ولی هنوز خبررسانی نشده اطلاع رسانی نشده امواج صوتی وظیفهشون خبررسانی قاصدند خبررسانند میگویند یک چیزی اتفاقی افتاد اونجا اینا وقتی نرسیدن به اون هنوز جسم شما جلوتره تو اون کیس یعنی جسم رسیده ولی هنوز اون خبرش نرسیده به خاطر در این حالت هیچی نمیشنوه اما وقتی عقب باشه مجددا منفی مثبت و مخرج میشه یک بلاوی یک از چهار دهم سرعت صوت که جاگذاری کنید چهل و دو سد فرکانس رو میشنوه و صدای بمتری خواهد شنید